دومین روز فروردین ماه برابر با 22 مارس، روز جهانی آب. رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب، قطع بی‌رویه درختان جنگل‌ها و تغییر اکوسیستم طبیعت، رشد شهرسازی و افزایش صنایع آلوده کننده آب، شیوه‌های نامناسب و غیر اصولی کشاورزی، احداث سدهای مخزنی و ایجاد دریاچه‌های مصنوعی، همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح جهان هستند که نوعی تهدید جدی برای جامعه بشری محسوب می شوند. از این رو و در راستای آگاه ساختن جهانیان به اهمیت روزافزون آب و ایجاد سیستم های جهانی و توسعه منابع آب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تقویم های بین المللی این روز را به عنوان روز جهانی آب نامگذاری کرده است. روز ملی اردن، کشور پادشاهی هاشمی اردن در غرب آسیا و در همسایگی کشورهای عراق، عربستان، سوریه و فلسطین با جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر، اغلب دارای ملیت عربی، پیرو آیین اسلام، با زبان رسمی عربی که پایتختش شهر اردن و واحد پولش دینار می باشد و نظام سیاسی حاکم بر این کشور مشروطه سلطنتی است. سال 887 خورشیدی برابر با 1509 میلادی، جزیره جامائیکا در دریای کارائیب و در جنوب کوبا در آمریکای مرکزی به خاطر اهمیت استراتژیک و بازرگانی آن در دریای کارائیب توسط نیروی دریایی اسپانیا اشغال شد. سال 1106 خورشیدی برابر با 1728 میلادی، زادروز آنتوان رافائل، نویسنده و نقاش کلاسیک آلمان. سال 1175 خورشیدی برابر با 1797 میلادی، زادروز ویلهلم یکم، قیصر آلمان، که به ایران علاقه بسیار داشت و از این که در اولین روز نوروز به دنیا آمده همواره مباهات می کرد. سال 1210 خورشیدی برابر با 1832 میلادی، در گذشت یوهان ولفگانگ گوته، ادیب نام‌آور و شاعر آلمانی که شیفته لسان الغیب حافظ شیراز بود و مضامینی را که از ادبیات مشرق زمین مورد توجهش قرار می گرفت در قالب اشعاری به زبان آلمانی در می آورد. سال 1259 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، اتحادیه بین المللی فوتبال به منظور نظارت بر مسابقه های فوتبال در میان کشورهای جهان تأسیس شد. سال 1300 خورشیدی برابر با 1922 میلادی، زادروز مجیب الرحمن، پدر و بنیانگذار کشور جمهوری بنگلادش. سال 1300 خورشیدی برابر با 1922 میلادی، یک دادگاه انگلیسی، مهاتما گاندی، استقلال طلب معروف هند و مبتکر مبارزه منفی و مبارز بزرگ ضد استعمار را به جرم مخالفت با انگلستان به 6 سال زندان محکوم کرد.